أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به روز قیامت، سوگند به وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. یا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد، آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. این شک در معاد ندارد، بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو میپرسد قیامت کی خواهد بود؟ او در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید، ماه بی نور گردد، خورشید و ماه یک جا جمع شوند. روز انسان میگوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است. در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند، که انسان خودش از وضع خود آگاه است، چند برای خود عذرهایی بتراشد، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن قرآن حرکت مده، تا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست. هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن، پس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست. چون نیست که شما می پندارید و دلایل معاد را کافی نمی دانید، بلکه شما دنیای زود گذر را دوست دارید و هوسرانی بی قید و شرط را، آخرت را رها می کنید. در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است، پروردگارش می نگرد. در آن روز صورتهایی عبوس و درهم کشیده است، زیرا می داند عذابی در پیش دارد که پشت را درهم می شکند. این نیست که انسان می پندارد، او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد و بشود آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد؟ به جدایی از دنیا یقین پیدا کند و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد. آری در آن روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. آن روز گفته می شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند، که تکذیب کرد و روی گردان شد، پس به سوی خانواده خود بازگشت در حالی که متکبرانه قدم برمی داشت. این اعمال عذاب الهی برای تو شایسته تر است، شایسته تر. پس عذاب الهی برای تو شایسته تر است، شایسته تر. یا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ یا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ پس به صورت خون بسته در آمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت، از او دو زوج مرد و زن آفرید. آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟